اسکی کشورمان که مدتی را در اردوهای آمادگی سپری کردند میروند تا این هفته با اعزام به مسابقات بین المللی به مسافه رقیبان بروند. دو رویداد بسیار مهم رو در این فصل پیش رو داریم. انشالله کاروان المپیک زمستانی جوانان ما در اواسط دیما راهی لوزان سوئیس خواهد شد و اعضای تیم ملی راهی کشور ترکیه میشن که در مسابقات فیس در پیست ارزروم حضور پیدا بکنن، آمادگی و خوبی رو پیدا بکنن و انشالله بعد از مدت کوتاهی تمرین مجدد در کشور ما انشالله اعزام میشن برای مسابقات المپیک زمستانی جوانان. اسکی ایران همیشه توی نونهال نوجوانان جوانان توی آسیا توی اول دوم بوده. منم یعنی واقعا امیدوارم که امسال بچه‌ها نتیجه خوبی توی جوانان بگیرن. خب دقیقاً مورد سوال ما هم همین هست که چرا ما تو رده‌های پایه معمولا نتایج خوبی میگیریم در سطح آسیا به ویژه، اما به بزرگسالان که میرسیم یه مقدار اختلاف به وجود میاد توی کسب نتایج، اگرچه در واقع تکستوره‌هایی داریم که معمولا نتایج خوبی هم گیره. دقیقاً نظر من فقط برمیگرده به تمرینمون. ما توی سنین پایه چون که تمرین ها زیاد فرقی نداره با هم، همین اطلاعاتی که مربیامون به هم میدن برای ما کافیه، میتونیم خودمونو برسونیم به رقیبای آسیاییمون. ولی توی بزرگسالان که میخوایم بریم باید شرایط تمرینی فرق کنه، تخصصی تر میشه. دقیقاً توی پیستای با جنس برفا فرق میکنه، پیستاش فرق میکنه. بعد بیشتر آسیایی‌ها توی تابستون خیلی واسه خودشون توی بزرگسالان توی کمپ میزنن، تو اردو میرن، ما این کمپ ها رو کمتر میریم. روند آمادگیشون از تابستون از نظر من مربی که برای بدنسازی گذاشته بودن، مربی تخصص فنی اسکی رو نداشت، مربی بدنسازی، حتی دو نفر از بچه ها آسیب دیده بودن. ولی از نظر فنی وقتی که تقریبا 20 روز پیش توچال باز شد، از نظر فنی مربیای خوبی دارن. در نیمه دوم اسفند میزبان مسابقات آسیایی نوجوانان انشالله خواهیم بود و نوجوانان و جوانان در واقع که انشالله در این مسابقات با توجه به شرایط خوب میزبانی و آمادگی و خوبی که بچه‌های ما ظرف 2-3 سال گذشته داشتن و تلاش گسترده‌ای که همه خانواده اسکی داشتن، امیدوارم که در این مسابقات هم نتایج خوبی رو داشته باشیم. تیم‌های ملی اسکی کشورمون هم از دوشنبه همین هفته رقابت‌هاشون در مسابقات بین‌المللی ترکیه آغاز خواهد شد.